ماهی شوال ماهی ادامه طاعت است. ماهی شوال برای ادامه دادن طاعت و عبادت بعد ماهی رمضان ماهی بزرگ است. آنه که یک ماهی رمضان را روزه داشته سپس شش روز دیگر از ماهی شوال روزه می گیرد به مثل شخص است که تمام سال روزه داشته باشد. حدیث با روایت ابن ماجه. این را پیامبر صلی الله علیه و سلم شهر داده چنین می فرمایند که آنه که ماه رمضان را روزه می گیرد پس این ماه به 10 ماه برابر است و روزه گرفتن 6 روزی بعد عید به 1 سال کامل برابر است. حدیث با روایت امام احمد و ابن ماجه. بنابراین آنهایی که در روزه های فرضیشان ناقصی دارند در وقت حساب روز قیامت روزه های نفلیشان آن روزه های ناقص را کامل می کند. همچنانه که در حدیث وارد شده است و جایز است که ما روزه 6 روز شوال را از روز 2 شوال آغاز بکنیم، برای آنکه در روز عید روزه داشتن حرام است. و اینچنین جایز است که روزه 6 روز ماه شوال را در همه روزهای این ماه بداریم و بهترین آن است که سراسیمه وار این 6 روز را در اول روزهای این ماه روزه بگیریم و هم می توانیم 6 روز را بر دوام بداریم و یا جداگانه. در این مسئله امر وسیع است و اگر شخصی که از ماه رمضان قضا داشت پس آن را زود در ماه شوال بدارد، زیرا نمی داند که به او چی حادثه می شود. پس باید پیش از 6 روز ماه شوال اول قضای ماه رمضان را بدارد تا روزه ماه رمضان کامل گردیده ثواب 1 ساله روزه را بگیرد. و درست نیست که با یک نیت خود قضای رمضان و هم 6 روز ماه شوال را روزه بگیرد، زیرا او روزه ماه رمضان را کامل نداشته است. ولی درست است که 6 روز ماه شوال را با همراهی روزه ایام 20 روزه بگیرد، یعنی روزهای 13، 14 و 15 هم. و هم مستحب است که در ماه شوال ازدواج بکنند. عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین گفت عقد نکاح من با رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه شوال بود و دخول در ماه شوال گذشت و پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد من خوشبخت بودند. حدیث با روایت امام مسلم. پس در طاعت الله هم در ماه رمضان و هم در ماه شوال و دیگر روزهای سال باید ما و شما حریص و سعی کوشش داشته باشیم. حسن بصری رحمه الله گفت هر آینه الله تعالی یگان عمل بنده مؤمن را تا آمدن مرگش من نمی کند. پس این آیت را تلاوت کرد. الله تعالی فرمود و پروردگارت را تا آمدن مرگ عبادت بکند.